مردم عزیز ایران، با درود به هموطنانی که در هر جای دنیا زندگی میکنین، امیدوارم که شاد باشین، سربلند باشین و همیشه دلهاتون پر از عشق خداوند باشه. امیدوارم که هر جای دنیا هستین، چه در ایران، چه در اروپا و چه در آمریکا، یه جا شب، یه جا روزه، ما اینجا روزیم، شما اونور یه روز غروب و شبه، همه وقتتون بخیر باشه. برنامه را هفته دیگه آغاز میکنیم با رهبریت کارگردانی آقای یاسر جان عزیزم که دستش در نکنه واقعا. به امیدواریم که شما عزیزان این هفته پای تلویزیون نشسته باشیم و به حرفهای ما گوش بدید و از کلام خداوند بشنوین تا زندگی های همه ما عوض بشه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس. حقیقتا شکرگزارتم ای خداوند. خداوند برنامه من در هدایت و رهبریت خودت بگیر. ای روی پاک مقدس عیسی مسیح خداوندم. برنامه من تحت حمایت خودت قرار بده ای خداوند. نام تو رو جلال بده خداوند. هر چیزی که از زبانم بیرون میاد خداوند نام قدوس تو رو جلال بده. شکرت میکنم به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. عزیزان ببخشید، هوا چند روزی سرد شده، سرماخوردگی ها زیاد شده. به هر حال ما این امسال اینقدر بارندگی نداشتیم، ولی خیلی بارندگی داشتیم امسال. حقیقتاً سالی بود که من تا حالا 22 سال 21 سال اینجا هستم اینجور بارندگی ندیده بودم، ولی خب خدا رو شکر بارندگی هم نعمت خداونده. بذار اول شعر ما رو بخونیم بعد بریم به برنامه کلگه. به ما میگه عشق من تو هستی ای مسیح، میگه در روزی که سختی دارم امید من تو هستی، با قدرت رویت ای پدر برخیزم چون تو هستی، دریای رحمت را باز کنی ای مسیح ای خداوند، در تو دارم حیات جاودانی عشق من تو هستی، در روزگاری که دشمن به من حمله ور شود امید و قدرتم تو هستی، به نام تو به پیش روم چون حیاتم از توست، دریای محبت تو هستی، منجی من تو هستی، سرور و آقا و پادشاه من تو هستی، عشق من تو هستی ای عیسی مسیح. مرسی. درود به هموطنان عزیز. دوباره بریم برنامه های خودمون رو شروع بکنیم. امیدواریم که همه سرحال باشین، سربلند باشین. بخصوص شمالیای عزیز، شما چطورین؟ شما هم خوبین؟ امیدوارم که در این زمستون، لاغره سرمای زمستون، ولی گرمای درونی شما به اون عشق خداوند در درون شما باشه و خانوادتون به سلامت باشه و همیشه در شادی باشین. دوست دارم که تمام ایرانی ها در شادی باشن. تمام اینوری ها رو دیدین هستند در با این از این همه زحمت میکشیم، ما در کشورهای دیگه هستیم، همه عزیزانی که در هر جای از بیرون از ایران هستن، همه دارن با کار بیش از حد، با سختی دارن زندگی میکنن، ولی کسی بهشون حکفرما نیست، حکومتی نیست که بزنه تو سرشون بگه که آقا تو اینجوری زندگی بکن، تو اونجوری زندگی بکن. هر کس به میل خود زندگی بکنه، ولی قانون وجود داره، روی قانون به پیش میده، نه قانون هرج مرج. ما میدونیم باید قانون رو اینجا رعایت بکنیم، طبق قانون داریم زندگی میکنیم، میدونیم حکومتی نیست که بزنه یه تو سر ما. ما را آزادیم اینجا، ما میتونیم، بچه های ما میتونن تحصیلات را بازه، میتونن هر جور تحصیل بکنن تا آخر، ما خودمون کار بکنیم، کسی مزاحمت برای ما ایجاد نمیکنه. آقا تو لباس آستین کوتاه نپوش، تو نمیدونم شلوار تو اونجوری بپوش، خانم تو روسری بذار، تو نمیدونم دامن کوتاه نپوش. اصلا این صحبت ها نیست. اینجور حکومت ها معمولا چون خودشون کثیفن، خودشون میخوان دزدی بکنن، خودشون میخوان مردم بچاپن، به خاطر همون سعی میکنن که
در کشوری که هستن دارن حکم فرما اون کشورن سعی میکنن که مردم در حیطه و در زیر دست خودشون نگه دارن، زیر قدرت خودشون نگه دارن. حکومت‌های دینی معمولاً چه به حکومت‌های کمونیستی، مکتب کمونیست، مکتب دین هیچ فرقی نمی‌کنه. شما یه میخواین حرفاشون رو گوش بدین، یک کلیپی از خمینی رو ببینیم اگه کارگردان عزیز حاضره، اینو گوش بدین ببین اینا چند جور حرف میزنن. یه جا هستن یه جور حرف میزنن، یه جا میان وقتی به باب تبشون نیست یه جور دیگر حرف میزنن. اصلا اسلام حکومت نداره، اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر هست. حکومت هایی هستن که مردم حاکم بر مردم هن. میخوان که مردم تحت سلطه خودشون باشه همیشه. در پاریس خمینی یه چیزی میگه، وقتی ایران میاد به قدرت میرسه یه چیزی دیگه میگه. مثل کشورهای مثلا کره شمالی، مثل اون موقع شوروی کمونیستی یا کشورهای کمونیستی شما ببینین، هر جور دولت دلش میخواد باید حکم بکنه به مردمش، بگه شما چجوری زندگی بکنین. یعنی هرچی حکم دولت باشه، تو ایران حکومت دینی ایران شما رو میگه آقا شما، من بهتون میگم چجوری زندگی بکنین، من بهتون میگم چجوری باید راه برین، چجوری باید برین، چجوری نرین، چی کار بکنین، روسری باید بذاری، باید بذاری، من بهت میگم امروز باید بیای تظاهرات فلان، باید بیای، من بهت میگم امروز عزاس، باید تو هم عزا بگیری. کشورهای کمونیستی هم اینه، همینجوره. به مردم میگن شما باید اینجوری زندگی بکنی، کارگری زندگی بکنی، مساوی زندگی بکنی، ولی در رأس خودشون میری میبینی همهشون بهترین زندگی رو دارن، ولی برای تو کارگر یا برای تو مردم عادی میرسه نه، زور به تو میگن نه آخه، باید روزی یه تیکه نون داشته باشی، باید اینجوری راه بری، باید اینجوری زندگی بکنی. تمام حکومت‌های دینی و مکتب‌های کمونیستی همه همینن، کارشون زور گفتنه، فقط به مردم زور بگن. حالا که حکومت دینی در ایرانه، برای مردان که مینی تکون نمیخورن خیلی هم برایشون خوش میگذره. مرد زن داره، دوتا هم صیغه داره، یا اگه صیغه نداره خونه داره یه دونه با اون زن اصلیش با بچه های اصلیش، ولی یه خونه هم اضافه اگه پول داره وضعش خوبه، یک تو دبی میگیره یا نمیدونم تو قطر میگیره، تو کویت میگیره یا تو مالزی میگیره، یه جای خونه ای داره توی ترکیه میگیره. اون کسی که یه ذره وضعش کمتره میره مثلا توی کشور خودش یه آپارتمان میخره، یه خونه سوا داره که بیاد مثلا یه صیغه هم داشته باشه. یا اون کسی که ازم وضعش زیاد جالب نیست، سه نفر با هم همدست میشن یه آپارتمان اجاره میکنن، سه اتاق خوابه، هر کسی برای خودش یه صیغه داره توی یه اتاق هستش، به غیر از زن اصلی و با فرزندانش. کلن حکومت‌های دینی و کمونیستی کارشون همینه. شما کوبا رو نگاه بکنین، کشور کمونیستی چقدر بدبخته، همینجوری کشور کره شمالی نگاه بکنین چقدر بدبخته، عوضش کره جنوبی رو نگاه بکنین، کمونیستی نیست، ببین چقدر پیشرفته شده کره جنوبی. شما این کشورهای کمونیستی که تازه الان به دوران رسیدن، خودشونو جدا کردن از کمونیست، لهستان و نمیدونم چکسلواکی و کیو کیو، تمام اون کشورهای کمونیستی الان دارن رومانی همه یکی یکی دارن میان بیرون از این مکتب، چون مکتب زور گفتنه، مکتبیه که رای برات باز نمیکنه که تو ملت پیشرفت بکنی، رای برات باز نمیکنه که کشور پیشرفت بکنه. خودشون یک ایده، این مادورو اونجا هم کمونیستی سوسیالیستی مثلا دیگه، خودشون دوروریاشون همشون وضعشون خوبه، یک مافیای حکومتی دارن، ولی مردمشون دارن از گرسنگی میمیرن. حالا هم که نگاه بکنی مردم دنیا دارن کمک میفرستن، مادورو حاضر نیست که کمکهای مردم بیاره توی بده به دست این مردم. میدونی چرا؟ برای اینکه کار اینا زور گفتنه و مردم در حد پایین نگه داشتنه، که مردم عادی در حد پایین زندگی بکنن.
که محتاج اینا باشه نمیشه. کار حکومت دینی و کمونیستی همش کارشون همینه. شما عوض از کشورهای آزاد اروپایی رو نگاه بکنین، کارشون حکومت‌های نه دینیه نه مکتبای کمونیستیه، بلکه دموکراسی کامله. یعنی مردم بر دولت حکم میکنن، مردم انتخاب میکنن. دولتی که انتخاب میکنن، دولت وظیفه داره برای مردم کار انجام بده. ولی کشورهای دینی و کمونیستی برعکس اینان. ما روزی آزاد میشیم، ببین مردم ایران مردم زود جفزده میشن. میدونین چرا؟ برای اینکه صبح میگن زنده باد، شب میگن مرده باد. مثل زمانایی که مصدق بود یا شاه بود و موقع. الان هم همینجوریه. صبح جوشی میشن، شب میریم میخوابن. خبری نیست. کشور بایستی مثل ببین کشوری پیشرفت میکنه مثل ببین درست ببین شما نمونه بهترین نمونه کره شمالی و کره جنوبیه. کره جنوبی کشور کمونیستیه که زور داره میگه به مردمش، مردمش گرسنن، همه میگه هر چی من گفتم، لباس و فرم باید بپوشین، اونجوری که من گفتم باید زندگی بکنین، اونجوری که من میگم باید راه برین، حرف بزنین، هر چی که من گفتم باید بگین، زورگوییه. ولی شما عوضش اون طرفش کره شما جنوبی رو ببینین، چون حکومتیه که مردم انتخاب کردن، مردم حاکمیت دارن، مردم اونا رو انتخاب میکنن که برای اون کشور کار بکنه. به چقدر ببین پیشرفت کردن در هر زمین 40 سالی که ما انقلاب کردیم. ببین چقدر اونا کشور که پیشرفت کردن. شما نگاه بکنید کشور ایران 40 سال انقلاب کرده، کشوری که داشت پیشرفت میکرد روز به روز داره میاد پایین. همین زاینده رود دیدین، همین چند روزی که 22 بهمن بود آب باز کردن، الان آب بستن. ببین این مردم ما جفزده شده بودن همون لحظه، همه خوشحال رفتن اونجا عکس گرفتن، فیلم برداری کردن. ببین چقدر این مردم ما رو راحت میتونن تو دستشون نگه دارن، فقط به خاطر 22 بهمن اونو باز کردن. یعنی مردم ما هیچ فکر نمیکنن، همون لحظه فقط آره باز کردن، تموم شد، آب داریم. 5 روز بعدش بستن، دوباره زاینده رود خوش شد. 40 سال انقلاب کردیم ما، کشور روز به روز داره میاد پایین. عوض شما دبی نگاه بکنین، در 40 سال قبل یه بیابانی بیش نبود. شیخ محمد میگه که آدمی میتونه رأس حکومت باشه که میتونه کشورشو در 40 سال آباد بکنه، مثل دبی من کردم اینجوری درست بکنه که تمام دنیا بیان اینجا، توریست بیاد، پول توریست بگیرم، نفت دارم، کلی مردم میان بیزنس میکنن اینجا. ولی کشوری مثل ایران که پیشرفته بود در 40 سال بار، همه ما آرزو داشتیم که به ایران برسیم، حالا ایران شده زیر صفر، از ما بدتر شده. پس کار حکومت دینی یعنی عقب موندگی ملت، عقب موندگی کشور. کار حکومت‌های مکتبای کمونیستی هم مثل همین دینیه، مثل کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، دیگه الان لهستان و رومانی، اینا همه دارن بیرون میان از این هیته، دیگه از اون مکتب بیرون میان. میدونن که این مکتب جوابگوی ملت نیست، جوابگوی کشوری نیست که در این عصر تکنولوژی باید بره بالا. ما ببینین این دولت صبح تا شب میخواد فقط دزدی بکنه. ما زود جفزده نشیم هرچی که اینا رو میبینیم. به شما هفته های قبل گفتم، چند هفته قبل، شاید 5-6 هفته قبل پیش بهتون گفتم که اینا این بانگ امید درست میکنن، مؤسسات مالی رو درست میکنن، اینا همه میخوان پولای شما رو بگیرن،
به یه چند ماهی بهتون بره میدم، بعد از چند ماه ورشکست میشم، بعد از یک دو سال ورشکست میشم، میگم ما دیگه پول نداریم، پولاتون همه از بین میره. حالا هم دارن کلکای دیگه میزنن. بانگ امید که داشتن همین کار میزنن، اینقدر دیگه مردم گفتن، این خبرنگارا گفتن دیگه مردم نمیرن پول نمیزنن. حالا مسئله ماشینا رو میرن به شما پیش فروش میکنن، میگن آقا 20 میلیون بیارین اینجا بیان بهتون ماشین بدیم، یا برین تو سایت ثبت نام بکنین 20 میلیون بذارین که به شما ماشین بده. درسته که نه، ماشین داشتن که همون مال همونایی که خریدن پولشو دادن میدادن دیگه. میخوام پولاتون یه جوری ازتون بگیرن که فعلا حکومت ضعیفه بتونه با این پول کشور بگردونه. میدونه که 38 میلیارد یا 40 میلیارد یا 50 میلیارد دلار بین این مردمه که اینا میان میگن که آقا مردم پولتون رو تو خونه نگه ندارین، بیاین بذارین برای مثلا ماشین، بیاین بذارین تو مؤسسات مالی هم سودشی بگیرین. نه خیلی سودشی که نمیدن، دو ماه سه ماه بهتون میدن، بعد از اون پولتون هم میخورن همه رو. کار حکومت های دینی و مکتب های کمونیستی همینه، کشور در بدترین شرایط، بدترین وضع ممکن نگه میدارن و خودشون حاکم بر همه چیزن، دارن میدوزن، خودشون بهترین زندگی رو دارن ولی برای مردم حکم میکنن که شما، ما به شما میگیم چوری زندگی بکنن. امروز یه دونه توی سایت مجازی یه دختره توی تاکسی نشسته بود، یه پسر ریشم تو تاکسی نشسته، گفت خار نمیدونم روسری تو بیزار تو سرت خوب بذار، روسری گذاشته و مثلا یه ذره موش مشخص بود. میگو که به شما چی رب داره؟ گفت که اینجا کشور اسلامیه، بایسی روسری بذارین. گفت به تو ربطی نداره، شما دوره شما دیگه گذشته، به تو مربوط نیست که حکم بکنی من چجوری روسری بذارم. اینقدر اینجوری فیلم برداری داشت میگرد، پسره نیست منطق ندارن، گاز فلفل آورد ریخت رو صورتش. منطقه حکومت های دینی، مکتب های کمونیستی همینه، زورگویی فقط. فقط بهتون زور میگن که شما هر جوری که دل ما میخواد زندگی باید بکنین. ما ملت ایران باید باهوش باشیم، ما باید گول نخوریم. مرد پیرمرد پول نداره، در سیستان، مرز سیستان بچه 12 ساله خودش میفروشه به یک گاو. ببین مملکت به کجا رسیده. بچه فحشا بیداد داره میکنه در ایران. مردا معذرت میخوام بیزه خودشون گرفتن یه خونه میجاره میکنن، دوتا سیخه میکنن، سیخه میکنن، چون تقیه تو اینا هست. حکومت دینی دروغ گفتن تو اینا هست، همش دروغ دارن میگن. تمام ریشش هم اسلامه. کار این دین دروغ گفتن و آدم کشتن و زور گفتنه. شما برین اسلام بخونین، مرد اومده بود فوش میداد به یک گویندهی که میگفت آقا قرآن بخونین، قرآن اینجوری نوشته اونجا، فوش میداد به اون. وقتی بعد از یه مدتی خودش رفت چهار صفحه قرآن خوند، دید بابا همش نوشته مرگ، وحشت، جهنم، همش داره بدبختی داره صحبت میکنه، از ترس بست. کار این اسلام همینه، از 1400 سال به این ور داره همینجوری زور میگه میکشه. اگه عقیدت با عقیده اون نخوره تو رو میکشه. کارشون زور گفتنه. شما نگاه بکنید تو تمام این توریستی هایی که این توریست ها که هستن، همه توی داعش و القاعده و همه اینا زور دارن میگن، چون مکتبشون مکتب اسلامه. مکتب کمونیستی هم همینجوریه. اون موقع لینین و استالین هم اونجوری زور گفتن، میگفتن، میکشتن مردم ها. اگه عقیدت با اون عقیدت نمیخورد میکشتن. مثلا مرده اگه مسیحی بود اونو میکشت زمان لینین. حالا برو آقای لینین کجا هستی تو؟ ببین توی کشور روسیه چقدر ایماندار است، ببین چقدر کلیسا باز شده. توی خیابانای تهران، تو خیابانای هر شهری دارن هیروئین میکشن، تریاک میکشن، تزریق میکنن، هیچ کس کار نداره.
ولی اگه بگه کسی بگه خدا محبت، کسی مسیحی بشه بگه خدا عشق، بخواد از خدا صحبت بکنی میگیرن اعدامش بکنن. امروز 6 نفر تو رشت گرفتن همین نوکشیشهای مسیحی رو، بازداشت کردن بردن، چون خدا رو میپرستن. مثل اینا شیطان رو نمیپرستن، چون اگه حکومت دین شیطانی نبود که شما اونو کار نداشتین، مسیح رو کار نداشتین، که مسیح خدا رو میپرسته، به ایمان داره که عیسی مسیح اومده به خاطر گناهانش رفته روی صلیب و خونش رو ریخت، رهبری که حرف زد، عمل کرد، معجزه کرد، خودش تا صلیب هم کشون. این رهبریه، نه حکومت های دینی و کمونیستی که به من بگن تو چجوری زندگی بکن. نه، عیسی مسیح بهت نمیگه تو چجوری زندگی بکن، اگه فقط تو رو راهنمایی میکنه، تعلیم میده بهت. اگر هم دوست نداشتی نکن، ولی تعلیماتش زندگی تو عوض میکنه، تعلیماتش روی تو تازه میکنه، درون تو عوض میکنه. همین که مؤسساتی گذاشتن بیاین اینجا ما با گفتار درمانی شما رو درونتون رو عوض میکنیم، همه از این انجیل میخونن. همین انجیل، انجیل یعنی خبر خوش، همینی میخونن. بخاطر مسیح رو نمیگن که عیسی مسیح حرفا رو زد، درونتون رو عوض میکنن. ما مردم ایران بی تفاوت شدیم نسبت به همه این جنایت ها، نسبت به همه این خیانت هایی که 40 سال داره به ما میشه. هر کس در فکر خودشه، فقط مردا در فکر خودشونن که دوتا سیغه بکنن، دخترا معلوم نیست چی دارن میکنن. یعنی کشور ما داره، ملتش نابود داره میشه. اینقدر زور بر این حکم فرماست به این ملت که کشور داره نابود میشه، ملت دیگه خسته شدن، بی‌حس شدن، از بی‌حسی نمیتونن پاشن. معمولا مکتبهای کمونیستی یه جامعه بسته هستن، نمیذارن خبرها از اونجا برسه، ولی با این وضع خدا رو شکر که ایرانی ها رو نمیتونن اینا مثل مکتبهای کمونیستی اینا رو نگه دارن، چون ایرانی ها خیلی باهوشن. و این ایرانی هایی که اینقدر الان پایین اومدن، اگر اینا بخوان یک حرکت کوچک بکنن، من ایمان دارم که کشور ایران پیروز میشه، ملت پیروز میشه و بهترین مردم دنیا میشن همین ایرانی ها. ولی یک دونه حرکت میخواد به این ملت، یه نفر میخواد یه شارژ به اینا بزنه، یه دونه یه کاری با اینا بکنه، مردم ما بیخیال شدن. این میدونی یعنی چی؟ آدمایی که توی تهران، توی تمام شهرهای ایران دو خونه ای هستن، یکی رو برای عشق خودشون میخوان، یکی رو برای زندگی با زن خودشون، زن بچه خودشون. این میشه آدم ها، یعنی بیخیال شدن. دختر میره جسمش میده، تنش میده به خاطر که پولی در بیاره. کار در ایران نیست. با این همه سوادی که بچه ها دارن، این همه تحصیلات دارن، کار نیست. خب یه جوان آرزو داره، زندگی داره میکنه، چیزهایی دلش میخواد، تلفن میخواد، ماشین میخواد، چیزهای رفاهی اجتماعی میخواد. این حکومت دینی اون بالا نشسته فقط از قرآن، از این اسلام به شما داره حرف میزنه، دروغ میگه. آن چیزی که میگه خودش پیاده نمیکنه. آخوندی که میره روی منبر بهتون دستور میده چیکار بکنین، خودشون کارا رو نمیکنه. هموطن من و تو امروز در عصری هستیم، در عصر تکنولوژی. چجوری میتونیم خودمون رو راضی بکنیم از اینجا پای پیاده از ایران بریم تا کربلا، یک مرده رو پرستش بکنیم؟
آخه این همه شما این سایدهای مجازی رو نگاه میکنین، این همه اینترنت دارین، دارین همه چیز رو تو دنیا میبینین، چرا نمیخواییم بیرون بیان؟ چرا نمیخواییم بخونین حداقل؟ بخون ببینین اسلام چی میگه بهت، بخون ببین توی اسلام چی نوشته. وقتی تو نمیخونی اونم اون بالا زور داره میگه بهت، داره از حکم اسلام بهت میگه، خودش اجرا کنندش نیست، میگه تو اجراش کن. خودشون میگن گوشت نخور، ولی میبینی که گوشت دارن میخورن، خودشون میبینی میمونی میدن گوشت فراوون دارن میخورن. برزیل یه کارگر برزیلی فیلمی از کشتارگاه خر که به جای گوسفند و گاو خر میکشتن برای ملت ایران فرستاد، توی این سایدا هست، همه هم فکر کنم دیده باشین، توی تلگرام و واتس آب و نمیدونم همه جا هست. میگه ملت ایران این گوشت یخزده که شما میده این خره، ما میکشیم از برزیل بسته‌بندی میکنه میفرسته برای ایران، گوشت خر یخزده. ببین چقدر صف واسادن مردم، مردم خودش میگیره گوشت باز میکنه میبینه گوشتش اما آشغاله. خب ما چجوری برای یه گوشت یخزده یک روز صف میمونیم؟ آخرم به ما نمیرسه، ولی حاضر نیستیم برای آزادی که وایسی در زندگی داشته باشیم یک قدم برداریم. اپوزیسیون که دیگه اصلا حرفش نزن، یک نفر پیدا نمیشه بیاد رهبریت اعلام بکنه آقا من رهبریت ملت ایرانو همین حالا قبول میکنم تا باید سرنگون بکنیم این کشور، بیایم اونجا انتخابات بشه. هیچ کس جرأت نداره همچی کاری بکنه، همه با هم اختلاف دارن، همه با هم ضدیت دارن، هیچ کس حرف. حالا که موقع اتحاد که حکومت در متزلزل شده داره میفته، خودشون هم باور کردن که دارن میفتن، همه ای ما ساکتیم. بریم یک سرود بشنویم برگردیم به شما. برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا، مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم، با تو بودم،
ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان کوه‌ها را جا به جا کرد، دردها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش. خوش و سلامت باشین و دست خدا با همه شما باشه. بله، داشتیم میگفتیم که حکومت‌های دینی و مکتب‌های کمونیستی هر دو یه جوری هن. چون برای اینکه هر دو یه جوری عمل میکنن، هر چی میگه ما میگیم، بایستی همون جوری شما زندگی بکنین. خودشون میگن برابری، مثلا مکتب‌های کمونیستی میگن همه برابر باید باشن، در صورتی که میرین در رأس حکومتشون میبینین که اصلا کارگر بدبخت داره زحمت میکشه، بدبختی داره میکشه، پولی نمیبره، یک مثلا یه دلار بهش میدن، ولی اون رأس بالا که اصلا همه دارن مافیایی برای خودشون زندگی میکنن، حال میکنن. اینی کشورهای دینی ایران که الان به قول این سلبریتیایی که با حکومتن، خودشون گوشت دارن میخورن، خودشون حال دارن میکنن، میمونی دارن میدن، بعدن میگن که راز میگن گوشت نخوریم، بیشتر بریم ویجتبل بخوریم، بیشتر بریم نمیدونم ویجتریان بشیم، جون سبزیجات بخوریم. خودشون عکساشونو که میندازن میبینن همه دارن تو میمونی هاشون گوشت میخورن، با گوشتم عکس میگیرن. خیلی جالبه. سلبریتی های مام خودشون همه فروختن، خودشون فراموش کردن. من نمیدونم ملت این قدرت و پول چیکار میکنه که تو هموطن من عزیز دلم فیگ میکنی که این پولی که داری، این زندگی که داری همیشه همینجوری هستی. تو نمیدونی یه ساعت دیگه زنده هستی یا نیستی، از زندگی آینده هیچ خبری نداری. اگرم این همه پول و همه رو باید همینجا بذاری بری، دست خالی حتی جسمت هم نمیتونی ببری، پس چی خوبه که روی تو از اینجا بخری، بهشت برای خودت تضمین بکنی، از اینجا خودتو درست بکنی.
چرا دارین دروغ بازی؟ چرا دغل بازی؟ این حکومت که همیشه نمیمونه، این حکومت بالاخره میفته، شما باید شرمندگی برای شما میمونه که با ملت نیستین. اون فوتبالیستی که با ملت میگه آقا چرا دروغ میگین، آقای ظریف چرا میگی که ما ملت نمیدونم بایستی به فلسطین کمک بکنیم، ما خیلیم خوشحالیم. نه بگو من حکومت اسلامی میخوام این کار بکنم، ملت که با شما نیست. شما 4% همش طرفدار دارین، یک سری بیسوادای هستین در حاکمیت که هرچی بیسواد باشین مردم بیسواد بیشتر دوست دارین، اونایی که تحصیل کردن اصلا دوست ندارین که بیان براتون کار انجام بدن، چون اونا میفهمن شما نمیفهمین، اون تحصیل کرده های جوون میفهمن ولی شما نمیفهمین. یک ایده معذرت میخوایم، نفهم ها دور هم هستین و یک ملت رو به زندان گرفتین. 40 سال ایران رو به زندان و به فحشا و به بیراه و به بیعاطفی و بیخیالی کشوندین. ولی ملت ایران، اینم بگم، این چهارشنبه سوری این سال باید سال چهارشنبه سوری پیروزی ملت ایران باشه. یک قدم همه تون بیزاریم بیرون میایین برای چهارشنبه سوری، اون روز شب پیروزی ملت ایران بر این اهریمنا باشه. اگه یک قدم همه بیایین بیرون، میلیونا خودتون رو نجات میدین. بهترین روز روز چهارشنبه سوریه که بیایین بیرون. خب بریم به درس ما. امروز میخوام از متا 7 فصل 7 از آیه 13 براتون بخونم. میگه رای رسیدن به خدا، میگه فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاوید باز میشود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی میتوانند با راه یابند. میبینی شما یه نفر که به رای خطا داره میره، صدها نفر دنبال رو اون رای خطا میرن چون زرق برق اون طرف خیلی بالاتره، ولی 10 نفر اگه به رای خوب دارن میرن همه اونا رو مسخره میکنن. اینی میخوندیم، بریم پیدایش پیدایش فصل 19 آیه 14 رو بخونیم، ببین خداوند چی میگه. میگه پس لوط با شتاب رفت و به نامزد و از دوازده آن دو مرد از لوط پرسیدند در این شهر چند نفر قوم خیش داری، پسران، دختران، دامادان و هر کسی را که داری از این شهر بیرون ببر، زیرا ما این شهر را تماما ویران خواهیم کرد. فریاد علیه ظلم مردم این شهر به حضور خداوند رسیده و او ما را فرستاده است تا آن را ویران کنیم. میگه پس لوط با شتاب رفت به نامزدان و دخترانش گفت عجله کنید، از شهر بگریزید، چون خداوند میخواهد آن را ویران کند. ولی این حرف به نظر آنها مسخره آمد. ما حرفها رو میزنیم ولی به نظر اونایی که نمیخوان قبول بکنن مسخره میان و ما رو مسخره میکنن. سپیددم رو بعد آن دو فرشته به لوط گفتن عجله کن، همسر و دو دخترت را که اینجا هستن بردار، تا دیر نشده فرار کن، ویلا شما هم با مردم و گناهکار این شهر هلاک خواهید شد. بریم مزمور 49 رو بخونیم براتون. این مزمور 49 چی میگه خداوند؟
مزمور 49 آیه 12. میگه غافل از این که هیچ انسانی تا به ابد در شکوی خود باقی نمیماند، بلکه همچون حیوان جان میسپارد. این از سرنوشت افرادی که به خود توکل میکنند و سرنوشت کسانی که از ایشان پیروی میکنند مینمایند. آنان گوسفندانی هستند که به سوی هلاکت پیش میروند، زیرا مرگ آنها را شبانی می کند. صبحگاهان شروران مغلوب نیکان می شوند و دور از خانه های خود اجسادشان در عالم مردگان می پوسد. اما خداوند جان مرا از عالم مردگان نجات خواهد داد. ما می گیم شما مسخره می کنین، ولی اینه بدونین که هر کسی به خدا توکل کرد، اینه بدونین که در زندگی آرامش الهی نصیبش میشه. نه به بیزنس لطمه میخوره، نه به زندگی لطمه میخوره. خدا میگه رایی که همه دارن میرن این دولت دینی اسلامی ایران، رای خطایی که میده گوسفندبار به دنبالش نروید. خدا اینی میگه، میگه از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند، ولی در باطن گرگه های درنده میباشند. مثل پیغمبر اسلام 1400 سال پیش اومد، میلیون ها آدم دنبال خودش آورد، در صورتی که پیغمبر راستین نبود. اگه پیغمبری از که نبی خدا اگه بود، نمی اومد اینجا برای فقط کمر به پایین خودش از خدا دستور بگیره هر زنی رو بر خودش حلال بکنه، زن پسر خونده خودش هم بر خودش حلال بکنه، پسر رو بگه تو طلاق بده. هیچ نبی اینجوری نمی کنه اگه نبی خداوند باشه. میگه از این پیامبران دروغین بر حذر باشید که در لباس میش میاین، مثل گرگانی درنده هستن که شما رو به رای خطا میبرن، به رای اشتباه میبرن. همونطور که درخت را از میوهش میشناسند، ایشان را نیز میتوان از اعمالشان شناخت. شما یقینا فرق درخت انگور و خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را میدانید. درخت سالم میوه خوب میدهد و درخت فاسد میوه بد. بس هر درختی رو از میوهش نگاه میکنن. شما هر دینی رو برین از کتابش نگاه بکنین، ببینین، بخونین، ببین کتابش چی نوشته. کتاب قرآن نوشته که اگر من عقیدم با عقیده قرآن نخوره، باید منو بکشن، باید اعدامم بکنن، من مرتدم. در سوره مریم هست که محمد میگه همه ای ما میریم به جهنم. اگه تو نبی خدایی، اگه پیام از خداوند گرفتی، بس چرا منو به همه ای ما به جهنم میریم؟ بس رای راستو که خدا بهت گفت به من نشون بده کو؟ فقط خداوند برای تو اومد از کمر به پایین تو فقط برات پیام آورد؟ این پیام پیامبره؟ میگن درخت خوب از میوهش باید بشناسی، دین خوبم بایستی از کتابش بشناسی، یعنی کتاب اونا چی میگن. انجیل یعنی خبر خوش، خبر نجات. وقتی شما انجیل میخونین زندگیتون عوض میشه، شما رو تهدید به مرگ نمیکنه، شما رو تهدید به جهنم نمیکنه، شما رو تهدید به بدبختی و بیچارگی نمیکنه، بلکه رای خوشبختی، رای از درون عوض شدن، رای آرامش زندگی کردن خوب و سالم در جامعه بشری رو به شما یاد میده.
به زورم به شما نمیگه که به من ایمان بیارین، خودت ایمان میاری که این راه رای اصلیه، این راه رای راستی است که خدا به من داره میگه. به خاطر اینی میگن که درخت خوبو از میوهش میشناسن. دینه که واقعا دین سلامت زندگی باشه از کتابش میشناسن. ببخشید تونتون حرف میزنیم زبون آدم خشک میشه. ببخشید دیگه آب باید بخوریم. I love you نوشته ایران، I love you ملت ایران، I love you ایران. درخت هایی که میوه بد میدن بوریده و در آتش انداخته میشود. بله به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. اعمال اسلام چیه؟ این داعش و این تروریست ها میان اعمالشون چیه؟ بجز کشتار، خرابی، حکم کردن بر تو که تو باعث اونجوری که من میگم زندگی بکنی. خودشون هم دیگر میکشن، خودشون که این مکتب قبول دارن هم به هم دیگر میکشن، تیر میزنن به هم دیگر، تجاوز میکنن به هم دیگر. چی برسه که الان یه نفر اینو این عقیدش هم قبول نداشته باشه، سرشو میبرن. یعنی اعمالشو در تلویزیون ها داریم میبینین دیگه، تمام کشتاراش و تروراشون شما میبینین. کارشون خرابکاریه، کارشون نابودیه، کار شیطان نابودیه. شیطان کارش اینه که بیاد بکشه، بزنه، بدزده، نابود کنه. کارش همینه. ولی این انجیل خبر خوشه. وقتی میخونی از درون آرامش میگیری، از درون عوض میشی، زندگی سالم داری، با مردم به سلامت زندگی میکنی، زور به کسی نمیگی. و چون زور نمیگی به کسی، زورم نمیشنوی. وقتی به دشمنت وقتی میگه دعای خیر بکن، وقتی با دشمنت نرم صحبت میکنی، دشمنی برای اون نمیکنی، اون دشمنت میشه دوست تو. یک کتاب بایستی اینجوری زندگی من عوض بکنه، بایستی رای سالم زندگی رو به من نشون بده. شما هرچی قرآن میخونین میبینین توش مرگ و بدبختی و کشتاره. پس چقدر بهتر که برین بخونین، اطلاع داشته باشین از دینی که دارین. این اسلامی که ایرانی ها دارن این اسلام نیست، این دین مندرآوردی ایرانی هاست که هر جو دلشون میخوان، هر جا که دلشون خوب، هر جا که خوبه همونجوری زندگی کن، هر جا بده ولش کن. اون نیست. هر چی دلم بخواد زندگی بکنم اینه. نمیشه اینجوری. شما یا این طرف باید باشین یا اون طرف، وسطی وجود نداره اینجا. گمان نکنید که هر که خود را مؤمن نشان داد به بهشت خواهد رفت. ممکن است ایده حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا را نیابند. فقط آنانی میتوانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جای آورند. خیلی ها میبینی خودشون مؤمن میدونن، خیلی ها میبینی حرفایی میزنن، ولی اعمالشون میبینی اصلا زمین تا آسمون فرقه. انجیل کتابیه که زندگی رو برای من شفاف میکنه، زندگی رو برای من نورانی میکنه، زندگی رو به من نشون میده. اگه تو این کتاب با دقت بخونی باید حرف میزنی این کتاب. چرا افسردگی مردم گرفتن؟ چرا اینقدر بدبختی و بیچارگی وجود داره؟ برای اینکه اینقدر مکتبای کمونیستی شیطانی، دینهای شیطانی اومده که همه مردم افکارشون رو خراب کرده. چقدر فحشا، چقدر بیخیالی، چقدر بدبختی و بیچارگی و زورگویی اومده تر ایران. تا کی ما باید بشینیم
بغل بدبختی رو بغل بکنیم، غم و اندو رو بغل بکنیم، گریه و زاری رو بغل بکنیم. شادی که در دست ماست، بغل دست ماست، حاضر نیستیم اونو بگیریم. شما ملت ایران امروز بایستی از 40 سالی که گذشت باید روز به روز شما بهتر بشناسین این حکومت، بهتر ترفنداش بشناسین. اینا هر ترفندی میزنن شما زود جوزده میشین، زود قبول میکنین. حکومتی که میگه من برای فلسطین دارم کار میکنم، من برای لبنانیا کار میکنم، من برای یمنیا کار میکنم، من برای سوریا کار میکنم، ملت ایران امنیتی نداره، کشور عواز من اصلا استان عواز من هیچ امنیتی نداره اگه بره، ولی استان سوریه من نمیدونم کجا برای من بمونه. کسی که وطن خودش دوست نداره، ملت خودش دوست نداره، برای ملت عرب داره سینه میزنه، تو چطور به این اعتماد میکنی؟ چطور زیر سایه این زندگی میکنی؟ چطور نمیخوای خودتو اصلا آپدیت بکنی با امروز روز که ملت دنیا رو میبینی، حکومت های دنیا رو میبینی بهترین زندگی دارن میکنن، زیر قانونی هستن که قانون خودشون گذاشتن، ملت بر دولته نه دولت بر ملت. اگه دولت رای اشتباه بره سری ملت میاد اعتراض میکنه، نمیذاره که اون راه رو بره، برای اینکه ملت اون انتخاب کرد. ما تا کی وایسیم که حکومت های دینی و کمونیستی بزنن تو سر ما، مثل کوبا، مثل کره شمالی، مثل ایران، مثل نمیدونم سوریه، اسد. میگی در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند گفت خداوندا خداوندا ما به پیغام تو را به مردم دادیم، با ذکر نام تو ارواح ناپاک را از وجود افراد بیرون کردیم و معجزات بزرگ دیگری انجام دادیم. ولی من جواب خواهم داد، من اصلا شما را نمیشناسم، از من دور شوید ای بدکاران. به کی داره میگه؟ به اینایی که میگه تازه اینایی میگه که به مسیح ایمان آوردن. حالا اونی که اون دین شیطانی رو کار ندارم اصلا من. اونایی میگه که خداوند به اونایی میگه که به دین مسیح، به مسیح ایمان آوردن و کتاب خوندن و از کتاب میدونن. اگه اینا عوضی برن در این دوره دارن تعلیم میدن، بعدم برن خودشون یه جور دیگه زندگی بکنن، با هواپیما نمیدونم خصوصی داشته باشن، کاخهایی نمیدونم فلان داشته باشن، نمیدونم شعبده بازی بکنن، به اینا داره میگه خداوند. میگه من فردای اونجا شما رو میگم نمیشناسم. این کتاب کتاب مثل اسلام نیست که وقتی میخونی وحشت تو رو بگیره، ترس تو دلت بیاد. نه، این خبر خوش خداوند داره بهت میده. تاره به پدری مهربانه که میگه میاد به در آغوش من تا من بالای سرت باشم، پشتیبانت باشم، از غما و از مرضا و از گرفتاری این دنیا نترس. وقتی به من تکیه میکنی، وقتی تو به عیسی مسیح تکیه میکنی، هیچ ترسی نداری. آخرین ترس که بالاترین ترس همه این مردم دنیا دارن مرگه. وقتی من به عیسی مسیح ایمان آوردم، من اگه بمیرم میدانم به کجا میروم، جایی خیلی بهتر میرم، دیگه زیر شریعت نیستم، مرده پرستی نیستم، زیر حکم نیستم. وقتی عیسی مسیح رو قبول میکنی دیگه اونجا نمیری توی حکم بشی، دادگاه الهی اونجا داوری بشی، بلکه از همینجا بلیت بهشت تو میخری، میری به فیض عیسی مسیح میری توی بهشت. کاری به جهنم دیگه نداری تو. جهنمی هم که اینا میگن اون نیست، ولی جهنم هم وجود داره. وقتی کارت عمل زشت باشه اینجا، مثل حکومت اسلامی که همیشه داره میکشه، میدزده، میبره، دروغ داره میگه، خب خدا اینو نمیبخشه. میگه توی
موقعی که 80 سال 70 سال بهت عمر دادم در این زمین که با این مردم با این جامعه بشری زندگی بکنی چی کردی؟ کارنامه نتیجه این زندگی چیه؟ چی باید جواب بدی در مقابل این خداوند؟ دروغ که نمیتونی بگی، همه رو مثل فیلم برات نشون میده، همه رو باید لحظه لحظه زندگی تو فکر تو به نشون میده، مثل پرده سینما تو چشمت میاد. یک روز من میخوام برنامه بود اختصاص بدم به این چیزایی که خداوند برای من کرده، من چجوری ایمان آوردم و خدا برای من چی کرده تا حال، این معجزاتی که خدا برام کرده. من میخوام یک روز اینجوری بیام با شما این کلگه برنامه رو اینجوری گفتگو تا آخر اینجوری این برنامه رو اجرا بکنم. من به این خدا ایمان آوردم برای اینکه میدونم کیه. من به این خدا ایمان نیاوردم که ثروتمند بشم در این کشور، در این دنیا. خداوند از ثروتمند بودن منم هیچ ناراحت نیست، پولم به من میده، کار خوبم به من میده، اگه بیزنس داشته باشم بیزنس منو برکت میده، خانه و زندگی منو برکت میده. بیاییم از زیر سلطه حکومت‌های کمونیستی مثل ونزوئلا، کره شمالی، کوبا بیایم بیرون، یا حکومت‌های دینی مثل ایران بیایم خودمون رو آزاد بکنیم. یک بار زندگی همش دمیه، دم 10 دقیقه دیگه نمیدونی زنده ای یا نه. دم و بازدم میگن همین، زندگی هینه، دمی بیش نیست. شاید بازدمی نداشته باشه، 1 ساعت دیگه تو نمیدونی چی خبره. ولی امروز من دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند که حکمت آسمانی بر ملت ایران بیاد و با حکمت خداوند و آن کسی که خدا در نظر داره برای ایران واقعا آن چیزی بشه و که برای ایرانی ها بهترین روز باشه. ولی امروز تو باید به این خدایی که چشمش از تو ور نمیداره و میخواد تو بهترین زندگی رو بهت بده، امروز به این خدا ایمان بیار، به عیسی مسیح ایمان بیار تا بدونی که حقیقتا این مسیح برای چی کار کرده. عیسی مسیح اومد با این واسه که خداوند بود، با این کسی بود که قدرت بیش از حد داشت، ولی خودش خار کرد، خودش خالی کرد، آمد روی زمین، زجر کشید، تعلیم داد، معجزه کرد، تا صلیب به مرگ خودش برد که من و توی هموطن، من و توی بشر گناه های ما رو به خونش پاک بکنه، خونش ریخ که من و تو آزاد زندگی بکنیم، خونش ریخ که من و تو بتونیم امروز در غم و غصه و گرفتاری اسیر دست شیطان نشیم، از اسارت شیطان امروز خودتون بیرون بیارین. عیسی مسیح بهتون نمیگه خوشی نکنید، عیسی مسیح میگه پارتی تو رو بگیر، شراب تو بخور، ولی انقدر مست نشو که از خود بیخود بشی، که گزافگو باشی، که اعمال خودتون نفهمی چی کار داری میکنی. امروز روز من توست که ایران ما را آباد بکنیم، خودمون را آزاد بکنیم، ملتی سربلند باشیم. امروز بیایم به این خدا ایمان بیاریم. همه شما را دوست دارم، میخوام ایران ایرانی و ایران و ایرانی موفق باشن، سربلند باشن، پاینده باشن، شاد باشن در زندگی. تا هفته دیگر بدرود، تا درودی دیگر، مرسی که به ما گوش دادید.